ارتش عراق میگوید متخصصان مواد منفجره نیروی دریایی آن کشور مین‌های انفجاری در خلیج فارس و یک مین کارگذاشته شده در بدنه یک تانکر نفتکش را با موفقیت خنثا کردند. مسعود ملک و جزئیات بیشتر در این باره. ارتش عراق گزارش دو شرکت امنیتی آن کشور از ردیابی مین‌های زیرآبی نصب شده در بدنه یک تانکر نفتکش اجاره‌ای با پرچم لیبی را تایید کرد که در آب‌های خلیج فارس مشغول سوخت رسانی به یک کشتی دیگر بود. تانکر مورد هدف متعلق به شرکت بازاریابی نفت عراق است. تنش میان تهران و واشنگتن در روزهای اخیر و به خصوص در سالگرد حذف قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری اسلامی از صحنه عملیات تروریستی به شدت بالا گرفته است. در همین حال بمب افکن‌های B-52 آمریکایی بر فراز آب‌های خلیج فارس پروازهای امنیتی انجام می‌دهند و یک زیردریایی اتمی ایالات متحده نیز برای جلوگیری از هر گونه تهدیدی به منطقه اعزام شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف این عملیات مقابله با هر گونه حمله احتمالی تلافی جویانه به نیروها و منافع ایالات متحده توسط گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران است.